بانصب و مونتاژ تجهیزات جدید ماشین‌های جنوپرس در فابریکه سپین زر برای 3000 تن زمینه کار مساعد خواهد شد. مسئولان تصدی سپین زر کندز میگویند وسایل و تجهیزات فنی و تکنیکی که در سالهای قبل در این تصدی نصب گردیده بود غیر قابل استفاده است و با رسیدن وسایل جدید به این فابریکه که از کشورهای همسایه وارد می شود علاوه بر تولیدات داخلی برای هزاران نفر فرصتهای شغلی مناسب نیست فراهم می گردد. این فابریکه قدامت تاریخی دارد و در زمان سردار محمد داوود خان تأسیس شده است. اینجا محوطه فابریکه تصدی سپین زر کندز است. جایی که 14 دهه قبل ده ها نوع تولیدات از قبیل بافت تکه های ابریشمی، ساخت ظروف، تولید روغن، کنجاره، صابون و پروسس و بسته‌بندی پنبه داشت. اما در اثر جنگ های داخلی تجهیزات آن تخریب و به غارت برده شد. اکنون مسئولان این فابریکه از بازگشایی بخشهایی از این فابریکه خبر می دهند. حاجی عبدالبشیر مسئول ماشینری و گدام فابریکه تصدی سپین زر کندز می گوید که دستگاه های جنوپرس در سال 1343 نصب و مونتاژ گردیده بود، غیر قابل استفاده بوده و با خریداری وسایل جدید از کشورهای همسایه این بخش دوباره به فعالیت آغاز می کند. خوی دستگاه ماشینایی که شما دیدین دستگاه جنوپرس است که اینا در سال 1343 نصب و مونتاژ شده بود و تا به حال که کار کرده اینا فرسوده شده، بیخی مصارفش بلند است. اند قریب ماشین های جدید خریداری شده، نصب میشه که دو برابر از این فعالیت میکنه و تعداد زیاد مردم هم در کار میشه. از سوی دیگر عبدالمنیر مسئول فنی و تکنیکی تصدی سپین زر کندز میگوید که وسایل و تجهیزات کنونی جنوپرس در یک ساعت 350 وات انرژی مصرف میکند و با توجه به تولیدات آن این فابریکه زیان میبیند. او میگوید که با خریداری وسایل جدید و کم مصرف که به زودی به این ولایت میرسند زمینه رقابت سالم را با بازار آزاد میتوانند انجام دهند. نای فیلی را که شما میبینید در فی ساعت 350 کیلووات مصرف داره که البته اینا مصرف زیاد هستند. ماشین جدید که بر ما انشالله که از کابل وارد میشه میارن با ظرفیت تولید بیشتر است و مصرف کمتر است که ما بتانیم در امرای بازار آزاد بتانیم رقابت کرده بتانیم. در همین حال برخی از کارگران تصدی سپین زر کندز از این گام خرسند و میگویند در صورتی که تمامی بخش های این فابریکه دوباره به کار آغاز کند دامنه بیکاری از این ولایت برچیده خواهد شد. عزیزم خوش هستیم، همون وقت بیکار بود بچه ها، حالی همین کار خوب است، نفقه فامیلی خدا پیدا کرده میتون آدم بادم سپاسگزاری پیش رئیس صاحب سپین زر آجی صاحبم وقت کار میکنه سری ما وقت زحمت میکنه، ما خوش میشیم که جور شوه پدرهای ما دمیجا کار کردگی است، ما رازیستیم و فعلا کارهایی را که شما ببینید در قسمت کارگرها کار میکنه کارهای مقدماتی است که ما آغاز کردیم. البته امیدوار هستیم که تا ماه عمل کارهای مقدماتی ما ختم شود، بعد از ماه عمل بخیر در قسمت خرید و نصب دستگاه‌های پیشرفته بخیر در قسمت‌های مختلفش آغاز شود. گفتنی است که 3 سال پیش نیز برخی از وسایل و تجهیزات مورد نیاز فابریکه تصدی سپین زر از سوی حکومت محلی کندز خریداری و یک بخش آن آغاز به فعالیت کرد، اما به دلیل تحولات اخیر در کشور تمامی این بخش ها غیر فعال می باشند. حسیب حساس، تلویزیون اورانوس، کندز.